به نام خدا. دوستان سلام، به کانال نانسی خوش اومدید. امروز هم با یه آموزش دیگه همراه شما هستم. توی آموزش امروز علاوه بر این که یک مدل کلا رو با هم دیگه میبافین که یک مدل اسپورتی است، برای هر گروه سنی میتونیم ببافین، دختر پسر هم نداره. میتونه این آموزش برای دوستانی که توی زدن زنجیرهای ابتدایی بافت کلاه مشکل دارن یک آموزش خوبی باشه. توی بافت کلاه ما میتونیم هم کلاه رو از بالا ببافیم تا برسیم به انتها، هم میتونیم از قسمت کشباف بافت رو شروع کنیم تا برسیم به انتها. هیچ فرقی نمیکنه. تقریبا تمام مدل ها رو توی دو روش میتونید شما انجام بدین. بعضی از دوستان میپرسن که مثلا برای فلان سایز ما چند تا زنجیره بزنیم که به اون اندازه مورد نظر دور سر برسیم. این تعداد زنجیره ها رو من نمیتونم به صورت دقیق برای شما بگم، چون تعداد زنجیره های ابتدایی که به اون اندازه مورد نظر برسیم به شماره قلابتون بستگی داره، به نختون بستگی داره، به اون مقدار شل و سخت بافتن شما عین بافت، اینا همش تاثیر داره توی تعداد زنجیره های ابتدایی. اگر شما بافت کلاه رو از بالای سر شروع کنید و به انتهای کلاه برسید، تقریبا 90% مشکل شما حل میشه و میتونید به راحتی به اون اندازه دور سر برسید. هیچ فرقی هم نمیکنه که شما کلاه رو از پایین ببافین یا از بالا، تقریبا تمام مدل ها هم میشه توی هر دو روش انجامش داد. توی این روشی که من میگم، روش گرد بافی هست، از بالای کلاه بافت رو شروع میکنید، به انتهای رج میرسید. گرد بافی هم توی بافت کلاها من به صورت کامل برای شما توضیح دادم، اما اینجا باز به صورت شفاهی برای شما توضیح میدن که اگر که مشکلی داشته باشین مشکل حل بشه. پس با من همراه باشین با آموزش این مدل کلاه و آموزش گرد بافی که میخوام برای شما به صورت شفاهی بگم، و تا اینکه برسیم به این قسمت مدل. ابتدای رد شما 6 تا زنجیره میزنید، زنجیره هاتون رو حلقه میکنید و درون اون حلقه 14 تا پای بلند میزنید. رج بعد این 14 تا پایه رو دو برابرش میکنید، یعنی روی سر هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه بلند میزنید که توی رج دوم تعداد پایه های ما میرسه به 28 تا پایه بلند. توی رج سوم 1 در میون به تعداد پایه های ما اضافه میشه، یعنی 1 پایه رو به صورت تکی میبافین و پایه بعدی رو توی یک خونه 2 تا پایه بلند میزنید. توی رج بعدی باز 2 تا پایه رو به صورت تکی میبافین و خونه بعدی رو به صورت پایه جفتی، و به ترتیب توی هر رج به تعداد پایه هایی که ما به صورت تکی میبافیم اضاف میشه و بعد از اون 1 پایه به تعداد پایه هامون اضاف میشه تا اینکه ما به اون گردی بالای سر برسیم. حالا این گردی بالای سر چجوری به دست میاد؟ شما باید برای هر شخصی، فرق نمیکنه نوزاد باشه، شخص بزرگسال باشه، اندازه دور سر رو تقسیم بر 3 عدد صحیح و 14 صدم کنید. شما باید اون عددی که به دست اومد قطر دایره‌ای باشه که شما توی گردبافی انجامش دادید. بعد از اینکه قطر دایره شما به اون عدد رسید، دیگه هیچ پایه اضافه نمیشه و شروع میکنید به بافت مدلتون. که بعد از اینکه شما مدل رو شروع کردیم به بافت، دیگه هیچ پایه شروع نمیشه بهش اضافه نمیشه، ببخشید، و ارتفاع کلاه رو میبافین تا اینکه برسیم به انتهای کلاه. بعد از اینکه به انتهای کلاه رسیدین، به درستی شما میدونید که اون اندازه دور سر رو به شما میده اگر به این روش شما عمل کنید. من تعدادی از اندازه ها رو توی قسمت توضیحات برای شما میذارن که اندازه ها رو، اندازه های دور سر رو میتونید از اونجا ببینید. خب برای اینکه وقت ما گرفته نشه، من این کلا رو گرد بافیش انجام دادم. الان قطر دایره من اون عددیه که من میخواستم این گردی ابتدای کارم باشه. الان میخوام مدل رو شروع کنم. برای بافت مدل کارمو با 3 تا زنجیره شروع میکنم. کنار این 3 تا زنجیره میخوام 1 پایه بلند بزنم. ببینید، برای بافت پایه بلند نخوام اندازم روی قلاب، و از همین قسمتی که من 3 تا زنجیره رو زده بودم 1 نخ میگیرم و 1 مرحله از پایه بلندم میبافم. پایه بلند طی 2 مرحله بافته میشه. 1 مرحلهشو بافتم، مرحله بعدی روی قلاب هست. باز نخو میندازم پشت قلاب و باز از همین قسمت 1 نخ میگیرم. 4 تا نخ روی قلاب دارم. این 4 تا نخ رو با هم میبافم.
بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم، نخو میندازم پشت قلاب، از توی گندمی بعدی روی سر پایه بعدی باز یک نخ میگیرم برای بافت پایه بلند. یک مرحله از پایه بلند بافتم. باز نخو میندازم پشت قلاب و باز از کنار همین پایه یک نخ دیگه میگیرم. و الان 4 تا نخو با هم یکی میکنم. این دو تا شکوفه اول. حالا برای شکوفه سوم من یک پایه رو رها میکنم و توی پایه بعدی یک نخ میگیرم، یک مرحله از پایه بلندم رو میبافم، باز نخ میندازم، از همین قسمت یک نخ میگیرم و یک شکوفه جدید میزنم. ببینید اینجا من یک پایه توی این قسمت رها کردم، ولی توی قسمت اول هیچ پایه رها نکردم، چون اینجا میخواستم یک شکوفه به تعداد شکوفه هام اضافه شه. به همین خاطر ابتدای رج من هیچ پایه هیچ پایه رها نکردم. نخو میندازم پشت قلاب، باز یک پایه رها میشه و پایه بعدی یک شکوفه میزنم. تا انتهای رج به همین شکل ما عمل میکنیم که یک پایه رها میشه و روی سر پایه بعدی این شکوفه رو میزنیم تا انتهای رج. خب من تا انتها بافتم، به انتهای رج رسیدم، باز توی این قسمت آخر روی پایه آخر باز اینجا هم یک شکوفه میزنم. یعنی این بین هم هیچ پایه‌ای رها نمیشه. ببینید ابتدا و انتهای بافتمون بین شکوفه هامون هیچ پایه‌ای رها نشد. خب شکوفه انتهایی که زدم روی گندمی ابتدای بافتم، ببینید دوستان روی این گندمی من بست و میزنم. 3 تا زنجیره میزنم و بافت و برمیگردونم. الان توی همین قسمتی که من 3 تا زنجیره رو زدم، توی همین قسمت یک پایه بلند نیمه میزنم، باز نخو میندازم و یک پایه بلند دیگه میگیرم و همه پایه ها رو با هم یکی میکنم بدون اینکه زنجیره بزنم. دیگه توی این رج، از این رج به بعد دیگه ما هیچ پایه رها نمیکنیم. روی سر هر کدوم از شکوفه های رج قبل ما شروع میکنیم به زدن این شکوفه ها. تا انتهای رج هر تعداد شکوفه ای رو که داریم تا انتها باید اون تعداد شکوفه رو داشته باشیم. به تعداد شکوفه های ما نه کم میشه و نه زیاد. روی سر هر کدوم از شکوفه ها توی رج قبل من توی این رج هم یک شکوفه میزنم. به انتهای رج که رسیدم 3 تا زنجیره میزنم و باز بافت و بر میگردم. توی هر رج ما بافت و به طرف جلو ادامه نمیدیم. وقتی به انتهای رج رسیدیم بست و زدیم و باز به صورت معکوس کار میکنیم و بر میگردیم تا اینکه ارتفاع کلاه ما بافته بشه. این روش برای دوستانی خیلی مناسبه که میگن که برای دور سر ما چند تا زنجیره بزنیم. اگر که از بالای سر به این روشی که من گفتم به انتهای رج رسیدیم، اندازه دور سر رو شما به دست میارید و یک روش مناسبیه برای دوستانی که توی بافتن کلاه از پایین دچار مشکل هستن و نمیتونن چند تا زنجیره بزنن. خب به انتهای رج رسیدیم، بعد از اینکه ارتفاع کلاه شما بافته شد، اگر دوست داشتین شما انتهای بافتتون رو ابتدا یک رج پایه بلند میزنین و بعد از اون دو رج یا سه رج دیگه شما به صورت زیر رو میبافین برای کش باف. ولی چون این یک کلاه نوزادیه، من انتهای رج رو دیگه نمیخوام کش باف بزنم، میخوام انتهای رجم رو با پای کوتاه کاملش کنم. بعد از اینکه بست و زدم یک زنجیره میزنم و کنار همین یک زنجیره یک پایه بلند میزنم. یک پایه کوتاه میزنم و یک پایه کوتاه دیگه کنارش. میرسیم به این گندمی بعدی. توی گندمی بعدی هم دو تا پایه کوتاه میزنم. چون ما توی رجهای قبل توی هر گندمی دو تا پایه، حالا به صورت نیمه میزدیم ولی دو تا پایه داشتیم. توی رج انتهایی ما روی سر هر کدوم از این شکوفه ها دو تا پایه کوتاه میزنیم.
که از تعداد پایه های ما کم نشه. در انتها میبینین اون تعداد پایه ای رو که آخرین رج گردبافیمون رو داشتیم، توی این قسمت هم باید همون تعداد پایه ها رو داشته باشیم. خب به انتهای رج که رسیدیم، روی پایه کوتاه ابتدایی یک بست میزنیم، یک زنجیره و نخو این قسمت کات میکنیم. خب بافته کلاه تموم شد. یک کلاه که شما برای هر سایزی میتونید ببافین. این سایزی که من بافتم سایز نوزادی هست. گرد بافیم به اندازه 11 سانتی متر بوده قطر دایره و انتهای بافتم من باید به اندازه 30 تا 32 سانتی متر بافت داشته باشم که یک طرف کلاهو اندازه میزنم، یک طرف کلاه میشه به اندازه 16 سانتی متر، یعنی دور تا دور کلاه من 32 سانتی متر هست که یک اندازه مناسب برای سایز نوزادی تا 3 ماه هست این بافت. خب به این روشی که گفتم شما به راحتی میتونید برای هر سایزی این کلاه رو ببافین، فرق نمیکنه. ابتدای بافت هم گفتم که بافت شما برای نوزاد باشه یا بزرگسال، به این روش عمل کنید، به راحتی شما به اندازه دور سریتون میرسید. هر مدل کلاهی رو هم میتونید به این روش ببافید. حالا فکر نکنید فقط این مدل میشه، نه، هر مدل کلاهی رو که شما دوست داشته باشین مدل کلاه شما باشه، به این روش شما میتونید ببافید. خب امیدوارم از آموزش امروز راضی باشین، ببافین و از بافتش لذت ببرید. تا یک آموزش دیگه که باز در خدمت شما باشم، همه شما را به خدای بزرگ و مهربون میسپارم.